بکنیم نه فقط میخوام عکس بندازم نمیتونم همه رو خرابش بکنم ببینید کته ای که دونه این برنج دونه دونه میبینید چقدر قشنگ قد کشیده حالا چون کته است دلیل نمیشه که حتما باید شفته با... سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا یه کته رو بی تهرونی بهتون آموزش بدم حالشو ببرید برای فیلم ها مترجم گرفتم ترجمه کنه فیلم ها رو به انگلیسی بعد میگه من مخلصیم و چی بگم حالش رو ببرید و چی بگم دیگه باید سک کنم ساده صحبت کنم اونم بتونه خوب تایتلش کنه خب بریم سراغ مواد اولی همون نخود فرنگی داریم به اندازه 200 گرم گوش چرخ کرده داریم به اندازه 250 گرم برنج یه پیمونه شسته شده دوباره برنجم رو شستم رب دارم اینم رب این این جزء برنده خوب استرالیا است قیمتش هم خیلی مناسبه اما حسابی رنگ میده خیلی خوش رنگه ارگانو دارم به اندازه لازم نمک سماق و پاپریکا پادر از فلفلش هم از فلفل پول بیبر ترکیه ای استفاده کردم ترکیش پول بیبر بهش میگن و میتونید تهیه بکنید سه تا دونم پیاز دارم خب دستم هم رو بیشه ستا دونه پیاز دارم بریم سراغ درست کردن قضامون این خیلی خوشمزه است یعنی عاشقش میشید اگه درست بکنید خب پیازا رو خورد میکنیم به این شکل همه رو نازک یادتونه همیشه بهتون گفتم من پیازداغ دوست دارم درست کنم اما باید این پیازا کاملا برشته و کرسپی بشه تا به قضامون و مزهی رو که میخوایم میده این از پیازامون پیازا رو کاملا خورد میکنیم همه رو یک دست باقی شو دیگه بریم پای گاز من همونجا بهتون توضیح بدم پیازا که اینجوری شد رنگش تغییر کرد زمان این میرسه که گوشت رو بهش اضافه کنیم حالا پیازا رو با گوشت شرخ کرده با همدیگه تفت میدیم اما در حالی که داره تفت میخوره ما مواد اولیمون هم بهش اضافه میکنیم ارگانو یه دو تا بشکون این از ارگانو و سماق این به اندازه یه قاشق غذا سماق بهش اضافه میکنیم و پاپریکا پادر یه قاشق چایخوری پر خور. اینم از پاپریکا خب نمک هم تو همین مرحله بهش اضافه میکنیم یه قاشق چایخوری نمک حالا بعدا اگه خواست بیشترم بهش اضافه میکنیم و اینم فلفل ترکیه پول بیبرین هم یه پینچ ازش بریزیم بس خب حالا اینا رو حسابی تفت میدیم تا گوشت کردم اون رنگش تغییر بکنه خب پیازم تفت خورد ببینید رنگش کاملا تغییر کرده و کاراملی شده حالا میام سراغ رب یه قاشق و دو تا قاشق بهش رب اضافه میکنم ربم به مدت سه دقیقه باهاش تفت میدیم و کارمون دیگه تمومه میریم سراغ مرحله بعدی خب اینم برنج خاممونه برنج خامم میاریم میریزیم تو ظرف چون میخوایم حسابی قرمز بشه زیاد نه یه تفت کوچولو با رب و گوش شرخ کردم میدیم بهش و بعد این مرحله میره داخل ظرف برای اینکه یه کته مشتی بشه اما این کاری که ما با برنج داریم میکنیم هم یه مقداری استقامتش رو بیشتر میکنه و هم رنگ معرکهی به برنجمون میده و اون تعم واقعا داخلش میره حالا دو دقیقه زمان کافیه که اینو تفتش بدیم من اینو کامل دو دقیقه تفتش میدم و برمیگردیم حالا برنجه رو میاریم میریزیم داخل ظرف البته من میخوام تدیگ در بیارم توی دو تا ظرف میریزم ببینید خب اما در بطه با نخود فرنگی نخود فرنگی من میبینید پخته است من تو مرحله آخر بعد اینکه برنجم آماده شد خواستم دم کنی بذارم تو اون مرحله بهتون نشون میدم و نخود فرنگیرم اضافه میکنمش حالا آب جوش و روش میریزم و میذارم حسابی قل بخوره خب ببینید فقط رنگ برنج رو ببینید چقدر چه رنگی شد چقدر خوشگل چقدر قشنگ این هم تعریف داریم میکنیم از خودمون ولی معرکه شد حالا آب جوش رو بهش اضافه میکنیم چقدر باید آب جوش بهش اضافه کنیم تقریباً یه بند بالای برنج چون برنج تفت خورده حالا میذاریم با شعله ملایم این حسابی قلب بخوره و برنجمون ول کنه خودشو زمانی هم که زمانش رسید نخود فرنگی اضافه میکنم حالا میریم برای پختن برنج خب ببینید من تو دو تا ظرف ریختم این یه دونه برای فردا سر کار میخوایم ببریم و میذارمش کنار اینم زمانی که آبش خوش شد به این صورت شد نخود فرنگی رو اضافه میکنیم اما اگه نخود فرنگی تازه دارید از همون اول بذارید بجوشه این از این حالا البته این ظرف رفیق قدیمیه ماست نگران این نباشید که حجمش جا نمیشه قشنگ حالا قالبی در میاد بهتون نشون میدم دیگه شعله رو کم میکنم میذارم تا یه پدیگ مشتی بندازه و برمیگردم فقط یه چند تا مطلب ده ببینید غذاهایی که چند تا چیز رو با هم دیگه مخلوط میکنیم به قول معروف پلوهایی که چند تا چیز کمبینیشن چند تا چیز با هم دیگه مخلوط میشه میزان آبش خیلی مهمه که چقدر آب داشته باشه شفته نشه له نشه درست ما کته داریم درست میکنیم اما باید کته ای درست کنیم که آنین اینجا رو میتونی بگیری از زن. باید کته ما درست بکنیم نه فقط میخوام عکس بندازم نمیتونم همه رو خرابش بکنم ببینید کته که دونه این برنج دونه دونه میبینید چقدر قشنگ قد کشیده حالا چون کته است دلیل نمیشه که حتما باید شفته باشه من اینو بعد این ورش عکس بندازم نمیتونم قشنگ بازش بکنم ببینید اما خب برنج دون کاملا مشخصه چیزی که به شما کمک میکنه که یه برنج دون داشته باشید میزان آبتونه میزان آب و ما نسبت به برنج میسنجیم خب چجوری نسبت به برنج میسنجیم ت... می من هنوزم که هنوزه یه برنج تازه میخرم گاهی اوقات خرابش میکنم تا بتونم دست پیدا کنم که آقا چقدر باید خیس بخوره برنج هندی و پاکستانی اگه من میخوام برنج هندی پاکستانی بگیرم ترجیح میدم که جاش برنج افغانی بگیرم برنج افغانستان برنجی داره که واقعا معرکه و خوشمزه است اونایی که نمیتونن برنج دم بکنن مشکل دارن با دم کردن برنج مثلا برنج ازغان هستش برنج وطنی هستش خیلی از برنج دیگه افغانی هستش که خیلی خوشمزه و خوبه البته یه پروداکت ایرانی هم بهتون معرفی میکنم حالا به زودی برنجش میاد و تست میکنم اونم جزء برنج معرکه است که من ازش یکی دو بار دم کردم بس آب یک آب خیلی مهمه چه میزان باشه موادی که بهش اضافه میشه چه مقدار باشه و مهمتر از همه تو چه زمانی بخواد بخار بشه خب البته اینم بهتون بگم رنگ برنجم هم اگه خوش رنگ شد و قشنگ شد فقط به صرف این بودش که تو اون روبه یه تفت کوچیک دادم اینم اون فوتای به هر حال آقا دوستتون داریم دم همتون گرم دارم فیلم های جدید میسازم فقط دوست دارم که کانالمون رو حمایت کنید